سلام عزیزان خوب خوش آمدین به اولین قسمت بیتوپیا در زبون وطنی فارسی خیلی من دوست دارم که این سیستم که پشت دیزاین بیت کوین هست به همه شما که در زبون فارسی دوست دارین یاد بگیرین توضیح بدم و بتونم علمی که به دست آوردم پخش کنم به مردم ایران با اونایی که میتوانن در زبون فارسی حرف بزنن و متوجه بشن اگر قسمت هایی است که من حرف های انگلیسی رو استفاده میکنم فقط بدونین که من از نه سالگی در ایران نبودم و طرز حرف زدنم حالا هر چی شکسته باشه شما کوتاه بیاین و درک کنین که در حد که توانستم این ویدیو رو درست کنم من این علم رو جمع کردم و به زبان فارسی دوست دارم توضیح بدم پس هر جا هستین امیدوارم که خوب و خوش باشین و سلامت باشین و من خیلی خوشحالم که سیستم بیت کوین رو برای شما توضیح بدم اسم من امین رفیه حدود 8 ساله 7 -8 ساله که من در این قسمت دنیا برای کار و برای اینفورمیشن و علمی و این چیزها اه, کار کردم و در اروپا و استرالیا و آمریکای شمالی این علم رو به دست آوردم و به بقیه اه, توضیح دادم یا پخش کردم خیلیاتون اه, سال دارین اگه سال دارین وبسایت بیتوپیا vitopia.org میتونین اونجا تلگرام لینک تلگرام رو پیدا کنین که ایرانی ها خیلی استفاده میکنن و خیلی خوشحالم که استفاده میکنن برای که جای دیگه دنیا زیاد هنوز استفادهش به دست مردم نرسیده پس اگه بیتوپیا دوست دارین بیان یاد بگیرین ولی بیشتر ها جمله توی انگلیسی هست ولی اگه دوست دارین بفرمایین توی چنل که از اونجا میتونیم یه گروپ درست کنیم برای مردمی که دوست دارن فارسی حرف بزنن و بنویسن بیتوپیا یه دانشگاهی هست که من دیزاین کردم که بتونه علم دنیا رو به دست بیاره و به مردم پاس بده متوجه هستم که بعضی از حرفایی که میزنم درست نی و بعضی هاشم از انگلیسی ترجمه شده به فارسی ولی هر آدمی در حد خودش میتواند کار کند و این حد ماست و بریم جلو بیت کوین یه سیستم بانکیه که در 2009 به سالهای ایسایی درست شده و توی قسمت که به دست مردم برسه توضیح شده و این سیستم خیلی میتواند مردم رو کمک کنه مثلا توی کشوری مثل ایران که جلوی پول را گرفته شده و مردم نمی توانند پول را به کشورهایی که تراهم گذاشتن بفرستند و این مشکل از سیستم های دنیایی هست که بهش میگیم سیستم های بانکی و دوست داریم که اینا رو عوض کنیم بیت کوین به هیچ کشوری نیست بیت کوین یه سیستمی است که قدرتش از مردم میاد و کنترلش هم از مردم میاد برای این میتواند هر کسی از هر جای دنیا به هر کسی بیت کوین را بفرستد و هیچ که هم نمی جلوش را بگیرد سیستم هایی که ما الان دور دنیا داریم مثل سیستم های بانکی مثل سیستم های حکومت آدم های معمولی را میذارد پایین پایین آن سیستم خب این یعنی چی؟ این یعنی اگر در این سیستم چیزی درست جلو نرود اون مشکل ها به مردم بس می شود و اگر کسی توی دنیا به سیستم های مدرسه، به سیستم های بانکی و سیستم های حکومت چند دقیقه توجه بکند می تواند که بفهمد این جمله معنی دارد و خیلی مشکل برای مردم خواهد آورد و حالا آورده سیستم بیت کوین مردم رو از هم از سیستم های بانکی جدا کرد و پول را از کشورها از حکومت گرفت و پس داد به مردم لغتی که این میتونه توضیح بده تو انگلیسی بهش میگن دیسنترالیزیشن یا decentralized. وقتی یه چیزی سنترالیزده یعنی همه چی برمیگردد در وسط مثلا فکر کنین سیستم بانکی بانک ملی ایران وسط و از اونجا شعبه های دیگه از دور ایران که مردم میتونن برون و پول را یا پسنداز کنن یا خرج کنن ولی آخرش همش برمیگرده به یه جایی یا این نقطه‌ای که فوکسش uh, روی یک uh, نو, uh, یک شرکت هست یا یه تو انگلیسی بهش میگن organization uh, uh, بعد اینطوری کار میکن دیسنشلایزشن این را بر میدارد و یه چیزهای مثل شبیه Airbnb هست که قدرت رو پس میده به دستهای مردم که بتوانن خودشان را خودشان سیستم بانکی رو کنترل کنن حالا دیسنترالایزیشن برای بانک هست برای خیلی قسمت های مختلف دنیا و مختلف, مختلف کارهای دنیایی هست بیت کوین فوکسش روی سیستم های بانکی و مال پس مال پول و درست شدن پول و تقسیم شدن پول هست وقتی این کار رو کنیم یه چند تا یه چند تا چیزها عوض می شود قبلا گفتم می توانین با بیت کوین پول را هر جای دنیا بفرستین و هیچ کم نمی تواند جلوی شما را بگیرد. این میشه یک. چیزهای دیگه که هست خودتون میشین بانک خودتون. میتونین همه هر چی پول در بانکتونه بریزین توی یک USB که میشه یکی از این قسمت های های کامپیوتر و این را میتوانید هر جای دنیا بفرستین یا دست خودتون باشد و بعد بانکتون میشود یه چیزی مثل این یعنی ما این همه ساختمان ها را نیاز دیگه نداریم و میتوانیم این را کوچیکش کنیم تا جا بشه توی یه USB که تو جیبتون میتوانید بذارید یا میشود هر جا دوست دارین بذارید بله خیلی دیگه چیزهای مثبت بیت کوین داره و خیلی چیزهایی که سیستم بانکی معمولی نمیتواند انجام بدود بیت کوین خیلی آسون و خیلی ارزون میتواند انجام بدهد یه چیزی که خیلی مهمه توضیح بدم اینه که اگه کشوری بگه ما داریم یه پول دیجیتال خودمون رو درست میکنیم این هیچ وقت به جای بیت کوین نخواهد رسید برای اینکه بیت کوین من هم توضیح دادم دیسنترالایز یعنی قدرتش را از یک جا نمیگیرد یعنی اگه یک کشور بخواد برای خودش یه چیزی مثل بیت کوین درست کنه نمیتواند به اون قدرت بیت کوین برسد و اون چیزهای منف، منفی که توی سیستم بانکی است هنوز خواهد بود اون را نمیشه با یه سیستم سنترلایز که دسته یک کشور برداشت خب این یه چند تا نکته های کوچیک که دوست داشتم به شما توضیح بدم و داستانش از این خیلی طولانی تره و دوست دارم بیشتر توضیح بدم اگه خوشتان آمد لطفاً یه پیغام بفرستین اگه سوالی دارین می به من این سوال را بفرستین و من می توانم این را توضیح بدم در ویدیوهای های خیلی ممنون خوشحال شدم و تا قسمت بعدی سلامت باشین خداحافظ